خب مجدداً به برنامه زنان امید خوش اومدین. در برنامه امروز درباره خوب گوش دادن و اهمیت اون داشتیم صحبت میکردیم. میدونین ممکن همه ما تلاش خودمونو بکنیم تا با دقت به دیگران گوش بدیم، اما هیچ وقت قادر نیستیم کاملاً اونها رو بشنویم و هیچ وقت نمیتونیم کسی رو پیدا کنیم که کاملاً ما رو بشنوه. درسته فرشته جان، اما میدونیم که یک نفر هست که کامله و میتونه کاملاً به ما گوش بده. خب به نظر شما اون کی میتونه باشه؟ بله، خدا. میدونیم که حواس خدا هیچ وقت پرت نمیشه. اون همیشه داره با دقت کامل به ما گوش میده. اون هیچ وقت حرفای ما رو اشتباه برداشت نمیکنه. ما رو قضاوت نمیکنه. یادتون میاد من یه دوستی دارم که فلج مغزیه و کنترلی روی ماهیچه‌هاش از جمله زبونش نداره؟ یه بار به هم میگفت گاهی اوقات وقتی دارم حرف میزنم مردم متوجه واژه‌ها نمیشن، اما خدا هیچ وقت مشکلی با فهمیدن حرفای من نداره. میدونی چرا؟ خدا هیچ وقت حواسش پرت نمیشه، هیچ وقت حرفامونو اشتباه برداشت نمیکنه و هیچ وقت برای گوش دادن به ما سر شلوغ نیست. او ما رو میبینه و بهمون اهمیت میده. او همیشه آماده گوش دادن به ماست. آمین. ما یکم قبل درباره مقایسه گفتیم. یادتون میاد؟ اینکه وقتی داریم تجربیات دیگران رو با تجربیات خودمون مقایسه میکنیم، نمیتونیم با دقت به اونها گوش بدیم. به نظرتون خدا ما رو با همدیگه مقایسه میکنه؟ خب ما تو برنامه زنان امید بارها گفتیم که همه ما خیلی برای خدا عزیز و با ارزش هستیم. تک تک ما. فکر میکنم خدا تنوع دوست داره. دوست داره همه چیز متفاوت باشه. به دنیای فوق‌العاده‌ای که او ساخته نگاه کنیم. پروانه ها، عقاب ها، لاک‌پشت ها و زرافه ها، موش ها، فیل ها، هر چی که بگی. و او هر انسانی را منحصر به فرد آفریده، با خصوصیات متفاوت، تجربیات متفاوت، توانایی ها و ضعف های متفاوت. وقتی مردمی با رنگ پوست متفاوت، ظواهر متفاوت کنار هم جمع میشن، واقعا زیباست. میدونین تو کتاب مقدس اینطور نوشته: زیرا همه ما در یک روح تعمید یافتیم تا یک بدن را تشکیل دهیم. اگر پا گوید چون دست نیستم به بدن تعلق ندارد، این سبب نمی شود که عضوی از بدن نباشد. اگر تمام بدن گوش بود، بوییدن چگونه امکان داشت؟ فکر نکنم خدا ما رو با هم مقایسه کنه. درسته نوشه؟ 100% درسته. در واقع خدا در کلامش به ما گفته که نباید خودمون رو با دیگری مقایسه کنیم. مثالای خوب و بدی توی کتاب مقدس درباره این موضوع هست که بهترینش عیسی مسیحه. گوش کنید، در غلاطیان باب 6 آیه 4 چی میگه؟ میگه هر کس باید اعمال خود را بیازماید. در آن صورت فخر او به خودش خواهد بود، بیان که خود را با دیگران مقایسه کند. تا حالا شده به این فکر کنین که شما کاری رو بهتر از دیگری انجام میدین؟ اما کلام خدا از ما خواسته که کاملا سرمون به کار خودمون باشه. وقتی داریم کاری رو انجام میدیم، باید از خودمون بپرسیم آیا دارم با همه تلاشم این کار رو انجام میدم؟ اگه جوابتون مثبته، پس باید به خودتون افتخار کنیم و از خودتون راضی باشیم. و در این صورت خدا هم از ما راضیه. وقتی ما با تمام تلاشمون کاری رو انجام میدیم و به کاری که میکنیم اهمیت میدیم، خدا هم از ما راضی میشه. یادتون نره که خدا کسی رو با کسی مقایسه نمیکنه. چیزی که براش مهمه اینه که تمام تلاشمون رو بکنیم و هر کاری رو با کردار درست انجام بدیم. یاد آیه ای از کلام خدا افتادم که در اون عیسی به شاگرداش میگفت هر آنچه کنید، چه در گفتار چه در کردار، همه را به نام خداوند عیسی انجام دهید و به واسطه او خدای پدر را شکر گذارید. آمین. خب نوشین، دیگه ممکنه در چه مواردی خودمون رو با بقیه مقایسه کنیم؟ خب فرشته جان، ممکنه توانایی هامون رو با هم مقایسه کنیم. مثلا اینکه من کاری رو بهتر از بقیه انجام میدم.
یا برعکسش فکر کنیم اون چقدر بهتر از من انجام میده. حتی ممکنه گاهی به همدیگه حسودی بکنیم. یه اشتباه دیگه اینه که شخصیت هامون رو با هم مقایسه کنیم. مثلا اینکه چقدر حساس هستیم، خجالتی هستیم یا باهوش هستیم، یا احساس حقارت کنیم و فکر کنیم که بقیه خیلی بهتر از ما هست. درسته نوشین. حتی ممکنه تجربیاتمون رو با هم مقایسه کنیم. اینکه مثلا چقدر تجربیات سخت‌تر یا بامزه‌تری داشتیم. بله، دقیقاً همینطوره. اما خدا به هر کدوم از ما توانایی خاص خودمونو داده. ما شخصیت خاص خودمونو داریم. تجربیات خاصی توی زندگیمون داریم. زندگی هر کدوممون با هم فرق داره. و ما کاملاً منحصر به فرد هستیم، هر کدوم از ما. اون ما رو با همه ی تفاوت‌هامون پذیرفته و دوست داره. هر کدوم از ما برای خدا خاص هستیم. چون اون ما رو همونطور که خودش خواسته آفریده. دوست عزیزم، یادت نره که تو چقدر برای خدا خاص هستی، منحصر به فرد هستی. با هر شخصیتی که داری، با هر ضعفی که داری، با هر توانایی که داری، اون تو رو همونطور که هستی دوست داره. خب قبل از اینکه برنامه‌مون تموم بشه، میخوام یه کمی درباره گوش دادن به خدا صحبت کنیم. و چه موضوع عالی! تا حالا وارد گفتگوی شدین که فقط یه نفر گوینده باشه، شاید حرفای خیلی جالبی هم بزنه، اما در واقع اسم این دیگه گفتگو نیست، درسته؟ برای داشتن یه رابطه واقعی باید دو طرف با هم صحبت بکنن و به هم دیگه گوش بدن. نوشین، در دعا هم همینطوره. وقتی داریم دعا میکنیم با خدا صحبت میکنیم، اما لازمه که شنونده هم باشیم. در دنیای پر سر و صدای ما معمولاً مکس نمی کنیم تا ببینیم خدا میخواد بهمون چی بگه. و چقدر عجول هستیم ما. خدا از ما میخواد مکس کنیم و توجه کنیم. خدا میگه باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. آمین. اما به نظرتون چطور خدا با ما صحبت میکنه؟ شاید مورد خیلی نادری باشه که کسی تجربه شنیدن صدای خدا رو داشته باشه. اما خدا خیلی واضح از طریق کلامش، کتاب مقدس، با ما صحبت میکنه و از خیلی طریقهای دیگه. پس مطالعه کتاب مقدس بخشی از دعای ماست. خدا به طور واضح از طریق زندگی عیسی با ما سخن میگه. ما گاهی اوقات اونو تو کلام خدا میخونیم. اما بعضی وقتا خدا در زندگی عادی و روزانه ما با همون صحبت میکنه. توی اون لحظاتی که آیاتی از کلام یا بخشی از یک سرود یا تعلیماتی رو که گرفتیم به یاد میاریم، خدا در اونها با ما صحبت میکنه. وقتی در اینا تأمل میکنیم، فکر میکنیم، او به ما کمک میکنه تا بهتر درکشون کنیم. وقتی اتفاق قشنگی رخ میده، میتونیم درونمون صدای خدا رو بشنویم که میگه این هدیه من به توست. وقتی تو شرایط سختی قرار میگیریم، حس میکنیم که بهمون میگه من با تو هستم. عزیزان، سعی کنین گوشاتون رو تیز کنین تا هر روز صدای خدا رو بشنوین، مخصوصا زمانی که دعا و نیایش میکنین. ساعتی رو در سکوت و به راز و نیاز بگذرونین و از خدا بخواین باهاتون صحبت کنه. اونم مشتاقانه دوست داره به حرفای شما گوش بده. آمین، حتما همینطوره. دوستای عزیز، متاسفانه وقت برنامه امروز ما به پایان رسیده. مثل همیشه شما رو تشویق میکنیم که با ما از طریق راه‌های ارتباطی که در اول و آخر برنامه اعلام میشه با ما در ارتباط باشید. دوست منحصر به فرد و خاص من، بیایی تفاوت هامون رو جشن بگیریم. پس تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.